همان که باید غمخوار باشد. غمی در میان نیست. فکر کردیم کار زیاد امیر را خسته کرده باشد. حالا دو سه قسمت کارها را به عهده خود گرفته ایم. تمام فرامین نظامی و کشوری که سابقا به مهر و امضای ایشان صادر می شد از این به بعد هم به مهر ایشان خواهد بود. تنها فرقی که کرده این است که مردم ببینند من شخصا به امور غیر نظام رسیدگی می کنم. در کارهای نظام ابدا دخالتی نخواهم کرد، مگر چیزی که خودش مصلحت بداند. حاشا یک شاهی بیشتر از آن که مقرر داشتند به هیچ کس بدهم، یا اینکه هیچ کس بتواند حرفی بزند. به ایشان بگویید به خدا به ولای مرتضی علی خیال نکنند رفتار این دو روز را خدای نکرده به دل گرفتم. شاید این از بد اقبالی ملت است که وزیر لایق تر از من برای قبلی عالم نیست. به هر تقدیر من یک چشمی شهر کور هستم. بگویید اگر میل دارن ساعتی شرفیاب حضور شوم، همه این حرف ها تمام می شود. میگوید عرایزش اگر جواب ندارد نقلی نیست. بدانید که آنها از کاه کوه می سازند تا کار خراب شود. به خدا ای کاش هرگز سلطان نبودم و قدرت نداشتم که چنین کاری کنم. به خدا که قلب من آرزوی دیدارش را می کند. اگر باور می کنید و بی انصاف نیستید، به چشم خود می بینید که ایشان را دوست دارم. می خواهد بداند عاقبت این اوضاع به کجا می کشد و پایان کار چه می شود. خدا می داند. با این همه بدخواه و بدگو که دارد، عاقبتش پیداست که چه می شود. چه کسی می تواند یک لحظه حرفی علیه او بزند؟ به خدا قسم اگر کسی چه در حضور من و چه پیش اشخاص دیگر یک کلمه بی احترامی درباره ایشان بگوید، پدر سوختم اگر او را جلوی توپ نگذارم. به حق خدا نیتی جز این ندارم که من او یکی باشیم و با هم به کارها برسیم و تمام کسانی که آنها را گماشته است در مقامشان باقی خواهند بود. میبینید هیچ تغییری داده نشده، همه به جای خود هستند جز او که خانه نشین است. به خدا قسم میخورم امور نظام را واقعا به عهده او واگذار کردم که با جدیت به آنها رسیدگی کند. برای ابراز لطف شمشیر و حمایل خودمان را برایش میفرستیم. ببرید بگویید برای خاطر خدا آنها را قبول کنند. با منت قبول می کند. جسارت است. اما اگر می خواهید خوشحالش کنید، نهایت آرزویش دیدار شماست. فردا بیاید مرا ببیند. خواهند شما را ببینند. فردا وقت دادند. شمشیر و حمایل را هم برمیدم.
از این بیماری دست بر نمی دارید. بیماری از من دست بر نمی دارد. تا این بیماری هست که یادآور آن خواب تیره باشد، کچ خیالی از من دست بر نمی دارد. به چشم می بینم صداقتش را، به گوش می شنوم، حرفش به دلم می نشیند. اما این خیال روزگارم را سیاه کرده. اگر مادر نبودید از شما نمی گذاشتم که بد خیالم کردید. تقصیر من این است که پسرم را بیشتر از دامادم دوست دارم. ای کاش دخترم را به رعیتی می دادم که برود زراعت کند، نسل دارد که چشم به سلطنت پسرم داشته باشد. خدا از من نگذرد اگر اسباب چینی در کار او می کنم. اما او گرگ باران دیده است، به سادگی دستش رو نمی شود. عزلش کردی، اما رقیبی ندارد. صندلیش هنوز خالی است، جبهش در رختکن است. جبهش را تن دیگری کنید تا برای شما زره بپوشد. علمش را بدهید به دیگری تا به روی شما تیغ بکشد. اگر این نشد بیایید بسترم را از قبله بگردانید تا نامسلمان بمیرم. پسرم، لازم نیست دنبال وزیر شایسته‌ای بگردید. یک معتمد پیدا کنید که با او در خفا هم دست نداشته باشد، دستش رو میشه. این چاکر قدیمی پدر در پدر خانزاد و نمک پرورده این آستان مبارک بوده و جدن در جد به ارث خدمتگزار. جناب صدر اعظم، امیدوارم که واقعا سند ترک تحت الحمایجی را امضا کرده باشید. از سایه این بنده درگاه در زیر حمایت هیچ دولتی به جز در ظل حمایت قبله عالم نیستم و جز بیدق همیشه در احتزاز همایونی هیچ جان پناهی نمیخواهم. و اگر خدای ناکرده از این فدوی قدیمی جان نسار خیانتی دولتی سر بزند، مورد مؤاخذه قبله عالم باشد. فعلا بروید با جبه صدارت بگردید. صریح بگویم خوشحال نیستم. من صدر اعظمی از دست دادم و شما صدر اعظمی به دست آورده اید. چهل و یک، چهل و دو، چهل و سه. دست نگه دارید. این کارهای وحشیانه چه معنی دارد؟ تحقیق نکرده حکم نکنید، یعنی زرع نکرده پاره نکنید. من این مرد را میشناسم، مرد درستیست. من بهتر میشناسمش، مرد بسیار نادرستیست. توبیخش کنید به کسر حقوق و مقام، شکنجه لازم نیست. من بهتر میدانم چه کاری لازم تر است. من اختیار نظام را دارم یا نه؟ صاحب اختیارید آقا، بگذاریدش جلوی توپ، اما این یکی را نه. من خودم به کار او میرسم. بلند شو مردک، ببندیدش. سریش برون، هنوز خیلی به ست جامون. بزنید آقا، بزنید. بلند آدم باید دق و دلیش را سر یکی خالی کنه. بازش کنید.